Hi, my name is Azadeh Mubasher and this is the 13th session of Teaching English to Starters. سلام، ازده مباشر هستم و این سیزده همین جلسه آموزش مکالمه انگلیسی به مبتدی هست. I hope you worked really well on the first term and reviewed all the 12 sessions to be ready for term 2. امیدوارم ترم یک رو به خوبی کار کرده باشید و دوره خوبی انجام داده باشید تا بتونید این ترم رو که ترم 2 هست به خوبی به پیش ببرید. Um, let's start. بسیار خوب شروع کنیم. Please look at the upper part of your book. It's page 28. لطفاً به بخش بالای صفحه 28 کتابتون نگاه کنید. G, that's short for grammar, simple present I and you. You learn the simple present tense for I and you in this session. توی این درس نحوه کاربرد زمان حال ساده رو برای دو زمیر I و you من و تو یاد میگیرید. V common verbs one افعال رایج You will also be introduced to some very common verbs. یه سری افعالی که خیلی استفاده میشن و روزمره هستن رو هم توی این درس یاد میگیرید. P pronunciation H W and V linking توی این جلسه همچنین یاد میگیرید که چطور کلمات رو به هم بچسبونید، لینکینگ انجام بدید و حروف H, W و V رو چطور تلفظ کنید. 5A A Bad Hair Day The title of this lesson is Bad Hair Day. عنوان این درس A Bad Hair Day هست. Literally, it means a day on which your hair looks bad and you can't fix it. تحت لفظش یعنی روزی که موهاتون به هم ریخته است و هر جور میخواید قشنگ درش بیارید که از خونه برید بیرون نمیشه همش بیریخته. But it is also an expression. اما یه اصطلاح هم هست. It is used for a day in which everything seems to go wrong. برای زمانی استفاده میشه که مثلا توی یه روزی همه جور اتفاقای بدی براتون میفته. تو فارسی به همچین چیزی معمولا میگیم یه روز نحس. عجب روز نحسیه. همه چی خرابه یا همش به مشکل میخورم. مثلا Today is a bad hair day for me. امروز برام روز نحسیه. So, do you usually have bad hair days literally or figuratively? حالا شما معمولا روز نحس براتون پیش میاد یا روزی که همش به مشکل بر بخورید یا literally موهاتون خوب در نیاد. Do you want a coffee? قهوه میل دارید؟ No thanks. I don't drink coffee. نه مرسی من قهوه خورم. One. Listening and reading. A. Listen to the, dialogue, number the pictures from one to five. Listening و reading. به مکالمه گوش بدید و از یک تا پنج شماره گذاری کنید. Try not to look at the text. سعی کنید به متن نگاه نکنید. I'm gonna play this dialogue for you. میخوام فایل صوتی مکالمه رو براتون پخش کنم. See if you can recognize the sequence of the pictures. ببینید که آیا میتونید ترتیب تصاویر رو درست تشخیص بدید. ببینید بر اساس ای که پخش میشه اول باید کدوم تصویر باشه بعد کدوم از یک تا پنج. Okay, ready? Listen. آماده اید؟ بدید. 2.39 Hello. Is this your first time here? Yes, it is. Do you live near here? No, I don't. I live downtown. Oh, nice. So, do you want long hair, short hair? I don't know. Something different. Do you want a coffee? No, thanks. I don't drink coffee. Do you want a magazine? Yes, please. Oh, look. Angelina Jolie's children. Do you have children? Yes, I do. I have two boys. How old are they? Eight and ten. It's very short. Don't worry. Wait. Okay. Do you like it? So. Have you numbered the pictures? تصاویر رو شماره گذاری کردید؟ Here are the answers. پاسخ ها این ها. A میشه شماره دو. داره به دستگاه کافی میکر اشاره میکنه. اونجایی که ازش میپرسه Do you want a coffee? B میشه یک. همون ابتداست که شروع میکنه و ازش میپرسه Is this your first time here? C میشه شماره یه چهار وقتی که این خانمه تو آینه نگاه میکنه گفتش طوریه میگه It's very short. خیلی کوتاهه. D میشه تصویر شماره سه که ازش میپرسه Do you want a magazine؟ بهشم داره یه مجله رو نشون میده و E میشه شماره پنج آخرشه که میگه اوکی okay, do یو لایک ایت دونت وری ویت میره آینه میاره و میگه اوکی okay, do یو لایک ایت بی Read the dialogue and complete two to seven with a word or words from the list. مکالمه رو بخونید و با کلماتی که از لیست انتخاب میکنید جاهای خالی شماره دو تا هفت رو پر کنید. So, the list is right here. فرست همینجاست. I read it to you. براتون میخونمش. Um, boys, پسرا, children, بچه ها. Coffee, قهوه. جلوش سب در دو میبینید یعنی دو بار قهوه رو استفاده میکنید. Downtown, downtown دو تا معنی داره. یکیش به معنای پایین ترین بخش شهر به پایین شهر. یه معنی دیگهش مرکز تجاری شهر حالا هر جای شهر که باشه Magazine, مجله Near here, یعنی این اطراف نزدیک اینجا اینو روش خط کشیده چون به کارش برده This time you won't listen to the dialogue. این بار به دیالوگ گوش نمیدید. You have to choose based on what you remember and what you've learned. باید بر اساس چیزایی که یادتون میاد و تازه گوش داده بودید و چیزایی که از قبل یاد گرفتید انتخاب کنید. You can pause the video here. میتونید اینجا ویدیو رو پاز کنید تمرین رو انجام بدید. Okay, the answers are number two. I live downtown downtown number three do you want a coffee coffee in number four no thanks I don't drink coffee number five do you want a magazine magazine number six do you have children children and number seven. Yes, I do. I have two boys. Boys رو برای هفت میذاریم. Okay, now the meaning of the conversation. This is a conversation between a hairstylist and a customer. میریم سراغ ترجمه این مکالمه یا معناش. یه مکالمه بین یه hairstylist یعنی آرایشگر و یه customer مشتری. Hairstylist رو حالا ما تو فارسی باید بگیم آرایشگر. ولی هر استایلیست کسیه که تخصصش کوتاهی و مدل مو هست نه لزوما آرایش. Hello, is this your first time here? سلام، اولین بار میایید اینجا؟ Yes it is. بله، یعنی بله اولین باره. Do you live near here? In این, اطراف زندگی میکنید؟ این نزدیکی ها زندگی میکنید؟ No, I don't. I live downtown. نه، nah, من داونتاون زندگی میکنم. Oh, nice. So, do you want long hair, short hair? خوب خوبه. Uh, حالا میخواید موهاتون بلند باشه، کوتاه باشه. Long hair میشه موی بلند. Short hair موی کوتاه. I don't know. نمیدونم. Something different. یه چیز متفاوت میخوام. Do you want a coffee? قهوه میل دارید؟ No thanks. نه no, مرسی. I don't drink coffee. من قهوه نمی نوشم. نمی خورم. Do you want a magazine? مجله می Yes, please. بله, لطفاً. Oh, look. Angelina Jolie's children. نگاه کن. بچه هایی Angelina Jolie. حالا این اکسیه که رو کافر مجلد دیده. Do you have children? شما بچه داری؟ Yes, I do. I have two boys. بله, دارم. دو تا پسر دارم. How old are they? چند سالن؟ Eight and ten. هشت و ده. یعنی یکیشون هشت سالشه، یکی ده سالشه. It's very short. این بعد از اون... تایمی که آلسه دسته رو میشنوید و کار کوتاهی تموم شده. It's very short. خیلی کوتاه شده. اشاره به موهاشه. Don't worry. Wait. Don't worry. یعنی نگران نباش. Wait. منتظر بمون، صبر کن. وایسا Okay. Do you like it? Okay. دوست داری؟ منظورش اینه که از مدل موهات خوشت میاد. See. Listen and check. حالا گوش بدید و ببینید پاسخها رو درست نوشتید یا نه. البته براتون گفتم ولی یک بار دیگه مکالمه رو گوش میدید. 2.39 Hello, is this your first time here? Yes, it is. Do you live near here? No, I don't. I live downtown. Oh, nice. So, do you want long hair, short hair, I don't know. Something different. Do you want a coffee? No, thanks. I don't drink coffee. Do you want a magazine? Yes, please. Oh, look. Angelina Jolie's children. Do you have children? Yes, I do. I have two boys. How old are they? Eight and ten. It's very short. Don't worry. Wait. Okay. Do you like it? D. Communication. A new haircut. Page 79. Do you like her haircut? فقری ارتباط یه مدل موی جدید بریم به صفحه 79 آیا از مدل موش خوشتون میاد یا خوشت میاد as you know in english the pronoun you is used for both singular and plural همونطور که میدونید تو انگلیسی زمیر you هم برای مفرد به کار میره هم جمع یعنی هم برای تو هم شما this is page 79 a new haircut students a and b do you like her new haircut زبان آموز الف و ب آیا شما از مدل موی این خانم خوشتون میاد If you want to know my opinion اگه بخواید نظر منو بدونید I should say no بهتر بگم که نه I think the new haircut has made her look like a boy به نظرم این مدل موی جدید باید شده قیافش پسرونه بشه I personally don't like short hair من شخصا از مدل موی کوتاه خوشم نمیاد I believe women should wear their hair long. به نظرم خانوما باید موهاشون رو بلند نگه دارن. What do you think? نظر شما چیه؟ Please use every opportunity to talk. لطفا از هر فرصتی برای حرف زدن استفاده کنید. Even if you're alone, حتی اگه تنها هستید, look at the wall. به دیوار نگاه کنید. And pretend that you're talking to someone. و وانمود کنید که دارید با یکی صحبت کنید. Then give your opinion in English. بعد نظرتون رو به انگلیسی بیان کنید. Now go back to page 28. برگردید به صفحه 28. E. Listen and complete the last line of the dialogue. گوش بدید و آخرین خط مکالمه رو کامل کنید. ببینید مکالمه بین هرستالیس و کاستمر هست. هرستالیس ده میپرسه اوکی، okay, do you like it? دوست داری از مدرمون خوشت میاد؟ و ببینید که کاستمر خانم چی میگه. 2.40. Okay. Do you like it? No, I don't. It's terrible. What was the answer؟ جواب چی بود؟ گفت، No, I don't. It's terrible. یعنی نه نا. دوست ندارم. افت Terrible یعنی افت 2. Grammar Simple present I and you Simple present میشه حال ساده. زمان حال ساده. در مورد زمانگیر I و You من و تو یا شما یادش میگیریم. A. Read the dialogue again. Complete the chart with do or don't. مکالمه این صفحه رو از رو بخونید و جدور زیر رو پر کنید با استفاده از کلمات do و don't. Don't worry. نگران نباشید. I know I haven't taught you yet. میدونم هنوز بهتون درس ندادم. But do it. اما انجامش بدید. This way you learn better. اینجوری بهتر یاد میگیرید. First look at the chart. اول به جدول نگاه کنید. Simple present. بالاش نوشته. حال ساده. First line. خط اول. یه positive میبینید. مثبت. I live near here. من نزدیک اینجا زندگی میکنم. The second mine, خط دوم یه mine اسم میبینید. I blank live near here. I جای خالی live near here. Uh, third line, خط سوم. There's a question mark. Blank you live near here. بعد از توی این مکالمه ای سمت چپ پیدا کنید ببینید کلمات چیا بودن. آیا دو بوده یا دونت بوده. The fourth line, yes, I blank And the fifth line, no, I blank. Okay, the answers are number two, I don't live near here. Number three, do you live near here? Number four, yes, I do. Number five, no, I don't. B. Page 100, Grammar Bank 5A. Learn more about simple present I and you and practice it. بیت به صفحه 100 بانک گرامر 5A. توی این بانک گرامر با حال ساده بیشتر آشنا میشید و یاد میگیرید از ضمایر I و you چطور استفاده کنید توی حال ساده. Versus page 100. این صفحه 100 کتابه. 5a, simple present, I and you, positive, negative and question. حال ساده در حالت مثبت منفی و سوالی رو یاد می گیرید. 2. Listen and repeat. when read the rules. گوش بدید و تکرار کنید. سپس قوانین رو بخونید. Look at the chart here. به این دوتا جدول نگاه کنید. The first one has two parts. اولی دوتا بخش داره. Positive and negative. بخش مثبت و منفی. The left one is positive, سمت چپی مصبته, and the right one is negative, سمت راستی منفی. First, a man reads the positive sentence. اول آقا جمله مصبت رو میخونه, and then a woman reads in the negative form. و بعد یه خانوم اون جمله رو به شکل منفیش بیان میکنه. گوش بدید. 2.41 I live downtown. I don't live downtown. You live near here. You don't live near here. جمله اول I live downtown. من downtown زندگی می کنم. این مثبتشه. حالت منفیش میشه? I don't live downtown. من downtown زندگی نمی کنم. جمله بعدی you live near here. شما اطراف اینجا زندگی می‌کنین. نزدیک اینجا زندگی کنی. منفیش میشه You don't live near here. شما نزدیک اینجا اطراف اینجا زندگی نمی کنی. Now look at the second chart. حالا به بخش دوم جدول دوم نگاه کنید. There are three parts here. اینجا سه بخش وجود داره. The first part, the one on the left, there's a question mark. The middle part is a positive answer, short positive answer. And the one on the right is short negative answer. سمت چپی اولی حالت سوالیه وسطی پاسخ کوتاه مثبته و سمت راستی پاسخ کوتاه منفی. گوش بدید. live شما اطراف اینجا زندگی میکنی؟ نزدیک اینجا زندگی میکنی؟ پاسخ مثبت کوتاه Yes I do بله یعنی بله این طرف رو زندگی میکنم و پاسخ منفی کوتاه No I don't یعنی نه نه این طرف رو زندگی کنم. Now look at the right side of this page حالا به سمت راست این صفحه نگاه کنید Use simple present to talk about habits and general truth. For example, I drink coffee, I live in Chicago. از زمان حال ساده برای صحبت در مورد عادت ها و حقایق کلی استفاده کنید. مثلا I drink coffee. این عادت شماست. عادت منه. که میگم من قهوه میخورم. من اهل قهوه خوردنم. I live in Chicago. این یه حقیقت کلی در مورد زندگی من که مثلا محل زندگیم شیکاگوه. نگاه کنید وقتی جمله مثبت باشه و فعل مورد نظر توش تو بی نباشه یعنی ام و ایز و آر که تو ترم یک یاد گرفتید نباشه به این صورته البته مدل نوشتم با تو بی تفاوتی نداره اما در ادامه توضیحاتم متوجه تفاوت هایی میشین ابتدا فاعل میاد آی یا You بعد فعل میاد اینجا درینکه و بعد بقیه جمله I drink coffee You drink coffee Simple present positive is the same for I and you. حال ساده در شکل مثبتش برای آی و یو یکسانه یعنی میگم آی درینک کافی. دیدید. و یو درینک کافی. فیلو تغییرش ندادم. برای آی هم درینک گفتم برای یو هم درینک گفتم simple present negative for آی and یو equals don't plus verb for example I don't have children. not I not have children. I don't no have children. خب سیمپل present حال ساده ی منفی برای آی و یو با استفاده از don't به علاوه فیل ساخته میشه. e.g. یعنی for example به عنوان مثال میگیم I don't have children. من بچه ندارم. اما غلطه اگه بگید I not have children. همطور غلطه اگه بگید I know have children. اینها غلطه. حالا اون چیزی که بهتون گفتم رو بهش توجه کنید گفتم که وقتی فعلمون غیر توبی باشه به این صورت اول فاعل میاد بعد فعل میاد و بقیه جمله جمله قبلی این بوده "I drink کافی تو ترم یک یاد گرفتید وقتی فعل توبی باشه به خود فعل یه نات اضافه میکنیم اما فعل هایی که اینجا میبینید توبی نیستن باید از dont برای منفی کردنشون استفاده کنید برای آی و یو یه dont قبل از فعل میارید I drink coffee منفیش میشه I don't drink coffee You drink coffee منفیش میشه You don't drink coffee پس not رو به drink به فعل اضافه نمی کنیم Don't equals do not Don't مخففه do not به دیگترش توجه کنید D-O-N نوشته میشه یه اپاسترفی بعد T Simple present question equals do plus I or you plus verb For example, Do you live near here? Not live you near here. Do you live near here? Yes, I do. Not yes, I live. خب حال ساده در حالت سوالی به این شکل ساخته میشه ابتدا دو بعد آیا یو بعد فعل به عنوان مثال میگیم Do you live near here? نباید فعل رو بیاریم اول یعنی غلطه اگه بگیم Live you near here مثلا میگیم Do you live near here؟ و پاسخش میشه Yes I do دیگه نمیگیم Yes I live غلط این نگاه کنید پس جمله که داریم اینه جمله به زمان حال ساده به شکل مثبت. سوالی نیست، منفی نیست، مثبته. فعلش هم فعل توبی نیست، اما ایزوار نیست. You drink coffee. اول فایل اومد you بعد drink که فعله و بعد ادامه جمله coffee. You drink coffee. حالا همین رو میخوایم منفی کنیم فقط یه don't میذاریم قبل فعل You don't drink coffee حالا اون جمله اول رو میخوایم سوالیش کنیم زمانی که سوالی کردن رو با افعال توبی بی اما یاد گرفتید به این صورت بود که فعل رو میابردیم اول جمله اما در مورد فعل هایی که اما نیستن اینطور نیست با دو سوالی میکنیم نگاه کنید همون you drink coffee نوشته شده همون جمله اول فقط اولش یه دو آوردیم Do you drink coffee? Please watch this part again to understand better. لطفاً بخش رو مجدداً تماشا کنید یا گوش بدید تا بهتر بفهمید. There are lots of exercises for you to practice. کلی تمرین هست تو این درس که این اصولی که الان یاد دادم تمرین میکنید نگران نباشید، حتما براتون جا میفته. Now look at the big box. حالا به این باکس بزرگ نگاه کنید. do. In simple present question and short positive answer, do is an auxiliary verb, not a normal verb. Do you live near here? Yes, I do. در زمان حال ساده وقتی جملات سوالی میسازیم و پاسخهای کوتاه مثبت از دو به عنوان فعل کمکی استفاده میکنیم دو یه فعل عادی نیست فعل کمکیه مثلا همین مثالی که اینجا زده Do you live near here? و Yes I do Yes, I do میشه جواب مثبت کوتاه. In simple present negative and short negative answer, don't equals do not. And do is an auxiliary verb. I don't want a magazine. Do you drink coffee? No, I don't. توی جملات منفی در زمان حال ساده و پاسخهای کوتاه منفی از don't استفاده میشه که مخففه do not مثال هم زده I don't want a magazine یا yeah? Do you drink coffee to سوادیش Swedish? No, I don't. Do can also be a normal verb. I do my homework on Sunday. Do you do housework on the weekend? وقتی فعل دو فعل کمکی باشه هیچ معنی نمیده. وقتی این جملات رو ترجمه میکنیم کلمه ای که دو رو معنی کنه به کار نمیبریم چون اینجا هیچ معنایی نمیده فقط برای سوالی کردن فقط برای منفی کردنه اما دو میتونه یه فعل عادی هم باشه یعنی میتونه مثل افعال عادی دیگه عمل کنه و به معنای انجام دادن هست وقتی که فعل عادی باشه مثلا I do my homework on Sunday من یک شنبه تکالیفم را انجام میدم یا yeah, do you do housework on the weekend؟ آخر هفته کار خونه انجام میدی؟ توی این جمله دو تا دو داریم. یکیش برای سوال پرسیدن کمکیه هیچ معنایی نمیده همون دوی اول و دومیش دوییه که فعل عادیه یه نورمال وربه و معنای انجام دادنه همون که سیاه پررنگه. Imperatives Imperative یعنی جملات امری یا نهی. امر که مثبت نه منفیه. Imperative equals wait, stand up, listen, etc. وقتی میخوایم به کسی امر کنیم اون زمیر اولش رو برمیداریم. به جنگ که بگیم you wait یا you stand up یا you listen you رو برمیداریم بگیم wait سب کن. Stand up, ویسا. Listen, گوش بده. ETC مخفف etc. هست یعنی و غیره. imperative که نهی باشه پایینش equals don't plus verb for example don't worry, don't be late, etc. زمانی که میخوایم کسی رو نهی کنیم بگیم یک کاری انجام ندهی یعنی امر منفی همون فعل بالا رو میاریم یه don't اولش میاریم مثلا worry یعنی نگران باش don't worry نگران نباش be late دیر بیا don't be late دیر نیا listen گوش بده Don't listen. گوش نده. Wait. سب کن. Don't wait. سب نکن. چند تا مثال دیگه با امری میزنم. You drink coffee. یعنی تو قهوه می نوشی. حالا همین رو می خواهیم به صورت امری بگیم. Drink coffee. قهوه بنوش یا قهوه بخور. You sit here. تو اینجا می شینی. حالا می به صورت امری بگم. You شو برمی دارم. Sit here. اینجا بشین. Now let's go back to page 28. برگردیم صفحه 28 کتاب. 3. Vocabulary Common Verbs 1 A. Match the phrases واژگان افعال رایج یک عبارات رو با هم مچ کنید هماهنگ کنید You have five verbs plus the pronoun I on the left فهرستی از پنج تا فعل و زمیر فاعلی I به معنای من رو در سمت چپ داریم. و یه سری عبارات در سمت راست The rest of the sentences are under the right. The first one is done اولی انجام شده I have با بی مچ شده Two children I have two children من دو تا بچه دارم Do the rest ادامهش رو انجام بدید ببینید اینجا از امری استفاده کردم فعل دو رو به معنی انجام دادم به کار بردم گفتم do the rest ادامه رو انجام بدید Now the answers are number two, I drink C, coffee. Number three, I live A, downtown. Number four, I want E, a magazine. Number five, I like D, my new haircut. B. Page 122 Vocabulary Bank Common Verbs 1 برید به صفحه 122 بانک واژگان افعال رایج یک This is page 122 Common Verbs 1 Vocabulary Bank A. Listen and repeat the phrases گوش بدید و عبارات را تکرار کنید You're about to learn a list of common verbs which you use daily. الان قراره فهرستی از افعال رایج رو که هر روز توی زندگی روزمره ازشون استفاده میشه یاد بگیرید. خب توجه کنید. You learn 14 of them here. 14 تا از این افعال رو اینجا یاد میگیرید. Look at your books and listen. به کتاباتون نگاه کنید و گوش بدید.

Five. Read the newspaper. Six. Eat fast food. Seven. Make breakfast. Eight. Drink coffee. Nine. Speak English. Ten. Want a new car? Eleven. Like cats. Twelve. Work in a store. Thirteen. Study Spanish. Fourteen. Go to a museum. Now the meaning of each. حالا معنی هر کدوم این افعال. Try to guess before hearing my translation. قبل از شنیدن ترجمه من سعی کنید خودتون حدس بزنید ترجمه رو. Okay, number one, live. به معنی زندگی کردن. Live in a house. Number two, have. به معنی داشتن. Have children. Number three, watch. تماشا کردن. watch tv number 4 listen listen به معنی گوش دادن تیش تلفظ نمیشه و بعدش حرف اضافه تو میاد listen to the radio number 5 read خواندن read the newspaper number 6 eat خوردن eat fast food number 7 make Make درست کردن make breakfast Number eight, drink. Drink نوشیدنه. Drink کافی. ببینید دی و R کنار هم که قرار میگیرن صدای J مانندی میدن. Drink. نمبر nine, speak. Speak انگلیش. ابتدای این کلمه حرف S داره. نمیگیم اسپیک. میگیم speak. برای اینکه تلفظش بر اون راحت باشه سعی کنید مثلا به یکی بگید وقتی که میخواید به یکی بگید حرف نزن سپیک اینطوری شروع کنید کلمه رو نمبر 10 want به معنای خواستن want a new car نمبر 11 like like به معنی خوش آمدن دوست داشتن like cats نمبر 12 work work به معنای کار کردن work in a store Number thirteen, study. Study means to study. This is the first S. Begit, S. Begin. S. S. Study. Study Spanish. Number fourteen, go. Go means to Go to a museum. B. Cover the words. Listen and say the phrase. روی کلمات رو توی کتابتون با دستتون یا با یک کاغذ بپوشونید به ترکی که پخش میکنم گوش بدید توی این ترک بخش دوم عبارتی که تازه شنیدید خونده میشه شما باید بخش اولشون رو که فعل مربوطه بوده بگید مثلا اولش میگه in a house شما باید بگید live in a house after each phrase there's a pause and you have time to remember. بعد از هر عبارتی که خونده میشه یه مکس هست فرصت دارید که یادتون بیاد چی بوده. When you'll hear a beep sound and the answer. بعدش صدای بوغ میشنوید و فعل نظر پاسخ درست گفته میشه. میتونید بعد مقایسه کنید ببینید درست گفتید یا خیر. گوش بدید. 2.43 1. In a house. Live in a house, two children, <phone rings> have children, three TV, <phone rings> watch TV, four to the radio. Listen to the radio. Five. The newspaper. Six. Read the newspaper. Six. Fast food. Seven. Eat fast food. Seven. Breakfast. Make breakfast. Eight Coffee. Drink coffee. Nine English. Speak English. Ten A New Car. Want a new car. Eleven Cats <phone rings> Like Cats. Twelve In a Store <phone rings> Work in a Store. Thirteen Spanish. Study Spanish. 14. To a museum. Go to a museum. Okay. C. Make true positive or negative sentences about you. Jomana temang fiva mosmati vogri idamu de hodu tu misses it. Masala number one. اول شکل مثبت بعد شکل منفی همون فعل تو توضیحاتم گفتم وقتی میخوایم فعل رو منفی کنیم که فعلمون اما و آر نباشه تو بی نباشه قبل از فعل یه دونت میذاریم برای آی و یو البته این کل گرامری که باید بدونید نیست ولی فعلا در همین حد برای آی و یو رو یاد میگیرید You need to use the word in the parentheses باید از کلمه یا عبارتی که توی پرانتز هست در اینجا هم استفاده کنید. البته عینا خودش نه. برکه از مفهومش. For example, number one, I live in Tehran. I don't live in Germany. مثلا. شما میتونید یه سری، یه شهر یا یه کانتری، یه, یه کشور رو انتخاب کنید. بگید اینجا زندگی میکنم، اونجا زندگی نمی کنم. من تو تهران زندگی میکنم، من تو آلمان زندگی نمیکنم. اولی و شهر گفتم دومی کشور. حالا مهم نیست. دو the rest. ادامهش رو انجام بدید. Pause the video and do the rest. ویدیو رو متوقف کنید و ادامه رو انجام بدید. Okay, the answers. Number two. من جواب خودم رو میگم. مثلا I eat pizza. من پیتزا میخورم. I don't eat hamburgers. من همبرگر hamburger نمیخورم. Three. I speak English. من انگلیسی صحبت میکنم. I don't speak German. آلمانی صحبت نمی کنم. A language رو آورده توی پرانتز. منم یه زبانی انتخاب کردم. Number four. I read a newspaper که اینجا نمیشته اینه اسمی روزنامه. مثلا I read Tehran Times. من روزنامه Tehran Times می خونم. I don't read Iran. روزنامه ایران رو نمی خونم. Number five. I like Angelina Jolie. من آنجلینا جولی رو دوست دارم. I don't like Brad Pitt. من Brad Pitt رو دوست ندارم. A famous person. یادم معروف. منم یادم معروف رو انتخاب کردم. Now I'll go to page 29. بریم به صفحه 29. For listening. A. Listen to the dialogue. Is the woman happy or sad at the end of the dialogue? به مکالمه گوش بدید و ببینید که آیا این خانم happy هست آخر مکالمه یا sad؟ Look at the emojis in front of the words sad and happy. به ایموجی های جلوی دلقت sad و happy نگاه کنید. Can you guess what they mean? میتونید حدس بزنید چه معنایی میدن؟ Yes. Happy means شاد. Happy یعنی شاد و خوشحال. And sad means ناراحت. Sad یعنی ناراحت. Don't look at your book. Only listen. به کتاب نگاه نکنید. فقط گوش بدید. 2.44 Good morning. Hello. Gary Street, please. Okay. The traffic is bad this morning. Yes, it's terrible. Do you live in San Francisco? Yes, I do. Are you okay? What's the problem? I don't like my new haircut. Why not? I like it. Really? Do you like it? Yes, I do. It's great. Thanks. <laughs> okay, we're on Geary Street now. Great. Uh, please stop over there at Macy's. I want a new bag. Okay, that's $14.50. Here's $17. Keep the change. Thanks a lot. Have a nice day. So was the woman happy or sad? خانم آخرش خوشحال بود یا ناراحت؟ Do you remember her? این خانم رو یادتون هست؟ She's the one from the previous page, the one at the hairdresser's. این خانم همونیه که تو صفحه قبل بود تو آرایشگاه. As a language learner, you shouldn't only rely on your knowledge of vocabulary. شما به عنوان یه زبان آموز نباید صرفا روی دانش واژگانتون حساب باز کنید. You should also pay attention to people's tone. باید به تون صدای افرادی که به انگلیسی صحبت میکنن هم دقت کنید. And also read between the lines. باید بتونید چیزایی که گفته نمیشه رو درست برداشت کنید. مثلا از روی رفتار یه شخص. I feel a smile on the woman's lips when the taxi driver compliments her on her hair. من میتونم لبخند روی لب های این خانم رو وقتی راننده تاکسی از موهاش تعریف کرد حس کنم. Also, she didn't ask for the rest of her money. همچنین درخواست نکرد که راننده بقیه پولش رو بده. بهش گفت باقیش مال خودت. This is reading between the lines. این یعنی چیزی که گفته نشده رو بشنوید و درک کنید. People usually don't ask for the rest of their money when they're happy. مردم معمولا وقتی خوشحال هستن تقاضا نمیکنن که بقیه پولشون رو راننده بده. So I conclude that she's happy at the end. پس من نتیجه میگیرم که این خانم آخرش خوشحاله. B. Listen again, circle A or B. حالا دوباره به همون ترک گوش میدید و دور A یا B خط میکشید. In this conversation, only one of the lines is said by the two people. توی این مکالمه ها از یک تا هشت البته بخش های مختلف این مکالمه است. یکی از این جملات توی هر ردیف یک تا هشت توسط این خانوم و راننده تاکسی گفته میشه. دور اونی که میشنوید و گفته میشه خط بکشید. For example, listen to the first one. به اولی گوش بدید. اولی ایش هست. Gary Street, please. و بیش هست. Kearney Street, please. ببینید کدوم میگه 2.44 Good مورنینگ استریت ببینید گفت گاری استریت پلیز پس نگفت کیری دور ای خط میکشم ای درسته Please take these exercises seriously. لطفا این تمرینات رو جدی بگیرید و سرسری ازشون رد نشید. Do the rest. شما ادامهش رو انجام بدید. If you think they speak fast, اگه فکر میکنید تون صحبت میکنن, you can pause after each sentence. میتونید بعد از هر یه جمله ای که اینها میگم ویدیو رو پاس کنید نگه دارید تا فرصت داشته باشید جملات رو بررسی کنید. Now listen. Okay, The traffic is bad this morning. Yes, it's terrible. Do you live in San Francisco? Yes, I do. Are you okay? What's the problem? I don't like my new haircut. Why not? I like it. Really? Do you like it? Yes, I do. It's great. Thanks. <laughs> okay, we're on Geary Street now. Great. Uh, please stop over there at Macy's. I want a new bag. OK, that's 1450. Here's 17 dollars. Keep the change.: Thanks a lot. Have a nice day. So the answers are: number two, A, number three, A, number 4 B, number 5 A, number 6 B. number 7 A and number 8 B. 5. Pronunciation. H, W و V لینکینگ، A. Listen and repeat the words and sounds. تلفظ H, W و V و همچنین لینکینگ به همچسبوندن کلمات در جمله. گوش بدید و صداها و لغات رو تکرار کنید. H صدای ه میده مثل house. گوش بدید اولی و و پشت سرش تکرار هم بکنید. 2.45 House How Who Hair Here خب دقت کنید تو هو W اول تلفظ نمیشه. ردیف دوم W. W چطور تلفظ میشه؟ نوعی و هست که با و فارسی فرق میکنه باید لبهاتون رو گرد کنید به شکل به صلاح قنچه در بیارید بعد بگید و و which گوش بدید which و where what want work و ردیف سوم وی حرف وی مثل وی فارسی تلفظ میشه یعنی دندونای فکه بادا میاد رو لب پایین و ویس و Have. لیو وری TV. part B listen and repeat copy the rhythm گوش بدید و تکرار کنید سعی کنید لهجه رو تقلید کنید look at the box ببین باکس نگاه کنید linking when people speak quickly they link words together کردن کلمات به هم وقتی مردم با سرعت صحبت می‌کنن بعضی کلمات رو به هم می‌چسبونن the reason why some people who have just started learning english don't understand native people is this علت که کسایی که تازه یادگیری زبان رو شروع کردن و گوششون به زبان انگلیسی آشنا نیست نمیتونن حرفای افراد نیتیو رو بفهمن همین لینکینگه. همین لینک شدن کلمات به همه. Look at the first sentence. به جمله اول نگاه کنید. مثلا یه نیتیو نمیگه Do you want a coffee? اینا رو به هم میچسبونه. Do you want a coffee? مثلا want a coffee رو شما برای اولین بار میشنوید وانت کافی و به خودتون فکر کنید شاید وانت کافی یه کلمه است در صورت که وقتی لینکینگ رو یاد بگیرید میفهمید که این از ترکیب سه تا کلمه تشکیل شده از به هم چسبوندن سه تا کلمه به جای گفتن do you want a coffee می do you want a coffee but don't worry you learn this really easily by the passage of time نگران نباشید با گذشت زمان و با تمرین کردن این رو یاد میگیرید. گوش بدید two point forty six one do you want a coffee yes an espresso please push do you want a coffee want a coffee want a now want a coffee beijing yes and espresso please go yes an espresso please andro espresso an espresso please, an espresso, please. An espresso, please. 2. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Live in an apartment. 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 No, I don't. I live in a house. به جایی که بگه I live in a house گفته I live in a house live رو به این چست مونده این رو به a I live in a house live in a بعدی Three. Do you have a big family? ببینید نگفته Do you have a big family? چسبونده Do you have a big family? Have رو به a چسبونده نگفته have A big have a big have a big family. Yes, I do. I have a sister and I have three brothers. I have a sister in Kofte I have a sister. Have Have a I have a sister. And I and Robert I And I have three brothers. And I have three brothers. 6. Speaking. A. Complete 2 to 10 with a verb from the list. با استفاده از افعالی که توی این فهرست مشاهده میکنید جاهای خالی دو تا ده رو پر کنید. اولی رو انجام داده. اول فهرست فعلها رو میخونم. These the verbs. افعال این Drink. نوشیدن. Eat. خوردن. Have. داشتن. Like. دوست داشتن. خوش آمدن. listen گوش دادن live زندگی کردن روش خط کشیده چون انتخابش کرده read خواندن speak صحبت کردن want خواستن watch تماشا کردن اولیا انجام داده live near here یا live in a house ادامهش رو انجام بدید The answers are این هم پاسوخ ها Number two Have brothers and sisters یا have a cat or a dog برادر خوهر داشتن یا گربه یا سگ داشتن Number three Watch CNN Watch MTV تماشا کردن کانال CNN یا mm, MTV Number four listen to pop music or listen to classical music. E, گوش دادن رو به کار برده برگه موسیقی پاپ یا کلاسیک. Number five, read newspapers or read magazines. Number six, eat Italian food or eat Thai food. خوردن غذاهای ایتالیایی یا تایلندی. Number seven, drink soda, drink coffee. نوشیدن نوشابه یا قهوه. Number eight. Speak Spanish. Speak Arabic. Uh, اسپانیایی صحبت کردن یا عربی صحبت کردن. Number nine. Want a new cell phone. Want a new bag. خواستن یه موبایل جدید. یه موبایل نو یا یه کیفنو, کیف نو. کیف دستی نو. Number ten. Like Mondays, like your English class. دوست داشتن روزهای دوشنبه، دوشنبه های یا دوست داشتن کلاس زبانتون، کلاس زبان انگلیسیتون. B. Work with a partner. Ask and answer questions with the phrases in A. با دوستتون کار کنید و در مورد عباراتی که توی بخش A اومده از هم سوال بپرسید و به هم جواب بدید. As always, مثل همیشه, if you're alone, اگه تنهایید, you can practice with a wall. میتونید با دیوار تمرین کنید. Don't forget, فرموش نکنید. One of the best ways of learning languages is talking to yourself. یکی از بهترین راه های یادگیری زبان صحبت کردن با خودتونه. Look at examples. به نمونه ها توجه کنید. مثلا یکی تو میپرسه Do you live in a house? تو توی خونه زندگی میکنی؟ توی خونه ویلایی خونه حیاتا؟ No, I don't. I live in an apartment. In ham poso Ya, do you have brothers and sisters? Berdan khahardari. Bab Yes, I do. I have two sisters. Bale, doto khahardara. Number seven, song. I want to break free. یه ترانه براتون پخش میکنم همراه با معنیش دیگه هایلایت نمیکنم که بگم کدوم بخش ها رو ممکنه متوجه بشید شاید درک مطلبتون بیشتر باشه قبل از مشاهده بخش ترجمه سعی کنید حدس بزنید چه معنایی میده This song was a hit for the British group Queen in 1984. این ترانه یه ترانه موفق و پرفروش گروه انگلیسی Queen بوده مربوط به سال 1984. گوش بدید. Two point forty seven. Song I Want to Break Free. Now guys, let's go to the workbook. حالا بریم سراغ کتاب تمرین. Look at the upper right side. به اون بخش بالا سمت راست صفحه نگاه کنید. Some of the worst mistakes of my life have been haircuts. Jim Morrison, American rock singer. بعضی از بدترین اشتباه های زندگی من مدل موهام بودن. یعنی انتخاب مدل موهام. Jim Morrison, خواننده آمریکایی سبک راک. 5A A Bad Her Day 1 Grammar Simple Present I and You A Complete the sentences use each verb once. گرامر حال ساده برای ضمایر I و You این جملات رو کامل کنید از هر فعل فقط یه بار استفاده کنید. فعل هایی که بهتون داده drink نوشیدن have داشتن like دوست داشتن خوش آمدن live زندگی کردن و want خواستنه drink رو خط زده چون خودش استفاده کرده number one I drink coffee مثبت علامت مثبت که میبینید یعنی باید به شکل مثبت به کار بره don't نگید توش I drink coffee من قهوه می نوشم okay do the rest شما ادامهش رو انجام بدید the answers are number two I have four children یا خانومو وسط میبینید با چهار تا Uh, فرزند بزرگ سالش پشت سرشون پازیتیوه علامت مثبت گذاشته بس دونت نگفتم گفتم I have four children نمبر three I don't want a magazine من مجله نمیخوام ببینید دستش رو به علامت stop نشون داده یعنی نمیخواد زمین اینکه که توی اون مربع کوچیک ماینس رو میبینید علامت منفی رو میبینید number four I live downtown من داونتاون زندگی کنم. یه عکس کشیده نوشته داونتاون و علامت مثبت پس دونت به کار نمیبرم به شکل مثبت حال ساده رو میگم and number five I don't like cats من گربه ها رو دوست ندارم می بینید که این شخص عصبانی از دیدن گربه یا به هم ریخته است ضمن که توی اون مربع کوچیک علامت منفی می بینید. پس از don't استفاده کردم I don't like cats B. Write the questions. سوالات رو بنویسید. You have a list of answers. یه فهرستی از پاسخ دارید. باید سوال رو مقابلش بنویسید. For example, number one. A. I don't live downtown. میگه من downtown زندگی نمی کنم. سوالی که ازش پرسیده شده جای خالی near here. Do you live near here? اطراف اینجا زندگی میکنی؟ نزدیک اینجا زندگی میکنی؟ Did you rest? ادامهش رو انجام بدید. خب برای سوالی دو رو ابتدای جمله می آوردیم یادتون هست نمبر 2 I don't want a newspaper blank a magazine do you want a magazine همون فعل want رو به کار بردم دو رو آوردم ابتدای جمله که سوالی بشه نمبر 3 I don't like dogs من سگ رو دوست ندارم blank cats do you like cats نمبر 4 I don't have a camera من دوربین ندارم Blank a cell phone. جای خالی موبایل. Do you have a cell phone? موبایل داری؟ Number five. I don't drink soda. من نوشابه نمیخورم. Blank coffee. Do you drink coffee? قهوه میخوری؟ C. Complete the dialogue with do or don't. با استفاده از do دو یا don't این مکالمه رو کامل کنید. توی جای خالی دو تا هشت فقط یا دو بذارید یا don't. Pause the video and do this. ویدیو رو نگه دارید انجامش بدید. اولی خودش انجام داده. Do you have a car, Rachel? Rachel, آیا شما ماشین داری؟ So the answer is B. No, I don't. A. Oh, do you live near here? B. Yes, I do. پاسخ کوتاه مثبت. I live downtown. C. Excuse me. Do you want a coffee, sir? ببخشید آقا شما قهوه میل دارید؟ سوالی دور اول جمله آوردیم. A. Yes, please. C. And you miss? و شما خانم؟ B. No, thanks. I don't like coffee. نه مرسی. من قهوه دوست ندارم. A. They have tea. اونا چایی دارم. Do you like tea? چایی میخوای؟ چایی دوست داری؟ با دو سوال پرسیدم. B. Yes, I do. پاسخ کوتاه مثبت. Tea is great. چای عالیه. C. Okay. One coffee and one tea. بسیار خوب پس شد یه قهوه و یه چای.

I live downtown. Excuse me. Do you want a coffee, sir? Yes, please. And you, miss? No thanks. I don't like coffee. They have tea? Do you like tea? Yes, I do. Tea is great. Okay. One coffee and one tea. یه دیگه گوش بدید این بار file 5a Grammar D. Do you have a car, Rachel? No, I don't. Oh. Do you live near here? Yes, I do. I live downtown. Excuse me. Do you want a coffee, sir? Yes, please. And you, Miss? No, thanks. I don't like coffee. They have tea. Do you like tea? Yes, I do. Tea is great. okay One coffee and one tea. خب این مکالمه بین A و B و C بوده. بین ریچل یه خانومی سر میز نشسته و یه آقا و از اونجایی که سی وارد میشه اون ویترسیه که ازشون سفارش میگیره. Two vocabulary common verbs one write the verbs واژگان افعال رایج یک افعال رو بنویسید. You see a list of verbs and a list of pictures. شما یه لیست از افعال و یه لیست از تصاویر رو ملاحظه میکنید. خب افعال رو براتون میخونم. Drink, eat, have, listen to, read, speak, want, watch. معنیش رو دیگه میدونید. اولی رو انجام داده. I drink soda. شماره یک تصویرش. تصویر نوشابه است. روش نوشته soda. و فعل drink رو انتخاب کرده I drink soda Do the rest ادامه رو انجام بدید Ok, the answer is number two I have two cats من دوتا گربه دارم Number three I watch TV in the evening من اصرا تلویزیون تماشا میکنم Number four I speak Chinese. من به زبون چینی صحبت میکنم. Number 5 I eat Mexican food. من غذای مکزیکی می خورم. Number 6 I read magazines. من مجله می خونم Number 7 I want a new car. من یه ماشین جدید می خوام. Number 8 I like, I listen to Brazilian music. من به موسیقی برزیلی گوش میدم. بعد از listen همطور که قبلا هم گفتم تو میاریم listen to go to page 23 برید صفحه 23 3. Reading A. Read the interview and write the questions in the correct space. این مصاحبه رو بخونید و سوالات رو در جای مناسب قرار بدید. You have 6 questions and six exercises here. 6 تا سوال داریم و 6 تا تمرین. interview with a hairstylist. مصاحبه با یه آرایشگر. سوال هایی که داری این Are you married? آیا شما متحدی؟ ازدواج کردی؟ Do you have children? بچه داری؟ Do you like it? دوست داری؟ اینو دوست داری؟ یا لا؟ یا حالا هر چیزی که توش برم برمیگرده؟ Do you work near here? این اطراف کار میکنی؟ نزدیک اینجا کار میکنی؟ What's your name? اسمت چیه؟ روش خط خورده چون اینو استفاده کرده؟ Where are you from? اهل کجایی؟ Number one, what's your name? My جان Jonathan, John for short. اسم چیه؟ اسمم جاناتانه. جان مخفف جاناتان. یعنی اسمی که من باش صدا میکنن جانه مخفف جاناتان. ادامش رو باید انجام بدید. پاسخها رو دارید ببینید سوال ها کدوم ها. Now the answer is number two. I'm from Rio de Janeiro. It's a big, beautiful city. من اهل ریو دی جانیرو هستم. ریو دی جانیرو یه شهر خیلی بزرگ و زیباست. سوالش میشه Where are you from? اهل کجایی؟ Number three Yes, I am. My wife is Italian. Her name's Celia. She's very good looking. بله هستم. همسرم ایتالیه یه. اسمش سلیاست. اون خیلی خوش است. سوالش اینه. Are you married? آیا متحدید؟ ازدواج کردید؟ Number four. پاسخش اینه. Yes, we do. We have a little girl. Her name is Bianca. She's free. بله داریم. ما یه دختر کوچیک داریم. اسمش بیانکا است. سه سالشه. سوالش میشه. Do you have children? بچه داری؟ Number five. Yes, I do. I work in a salon downtown. It's very small, but it's nice. Bali, Mantui, Yu, Ariishka, downtown, Karmakona. Hedi kuchike, a So, Ariish, Michet, do you work near here? Atrophy, Njo Karmakoni, Nazik, Njo Number six, yes, I do. I work with my friends and I speak to a lot of new people every day. It's very interesting. بله من با دوستانم کار میکنم و با کلی آدم جدید هر روز صحبت میکنم خیلی جالبه سوالش چیه؟ Do you like it? در اشاره به شغلش هست Do you like it? یعنی شغلتو دوست داری که میگه Yes I do بله دوست دارم B. Look at the highlighted words and phrases. What do you think they mean? Check with your dictionary. به کلمات و عبارات هایلایت شده نگاه کنید. به نظرتون چه معنایی میدن؟ با استفاده از دیکشنریتون معانیش رو بررسی کنید. Okay, I've told you the meaning, but I repeat again. معانی رو گفتم ولی یه بار دیگه تکرار میکنم. موارد هایلایت شده little یعنی کوچیک. A little girl یه دختر کوچیک. Salon همون سالن منظور آرایشگاهه. A lot of یعنی خیلی a lot of new people خیلی آدم جدید تعداد زیادی آدم جدید for pronunciation تلفظ h w and v linking a circle the word with a different sound دور کلمه این که صداش متفاوته خط بکشید اولی رو براتون انجام داده which صدای w were what بعد who پو متفاوته چون صدای دابلیو صدای و نمیده ادامهش رو انجام بدید Okay, listen and check. Then listen again and repeat the words. گوش بدید و بررسی کنید و بعد مجددا گوش بدید و تکرار کنید. فایل 5A. Pronunciation. B. 1. Where. what? who? who is different? 2. very. want. tv. want is different. 3. who? white. hair. white is different. خب توی ردیف دوم want متفاوت بوده چون همه صدای V میدادن وی ولی want با دبلیو شروع میشه و توی ردیف سوم white متفاوته چون همشون صدای ه میدن ولی این صدای W یه بار دیگه گوش بدید و تکرار کنید فایل 5A pronunciation B 1 where what? who? who is different? 2. very. want. tv. want is different. 3. who? white. hair. White is different. C. Listen and repeat. Copy the rhythm. گوش بدید و تکرار کنید. لحنش رو تقلید کنید. اینجا همون مربوط به چسبوندن کلمات. لینک کردنشون میشه. File 5A. Pronunciation. C. 1. Do you want a soda? ببینید گفته Do you want a soda? تیش رو تلفظ نکرده توی تلفظ امریکن خیلی وقتا تی هایی که وسط کلمه است تلفظ نمیشه اینجا به این دلیل که وانت به سودا چسبونده شده یه جورایی تی وسط حساب میشه برای همین نخوندتش Do you want a soda? پشت سرشون تکرار کنید تو. I have a brother and he's a ببینید have رو به a و his رو به a I have a brother به که بگه I have a brother گفته I, I have a brother have a and he's a teacher به که بگه he's a teacher گفته he's a teacher Three. I drink a coffee and read a book in the morning ببینید drink رو به a و read رو هم به a مربوط کرده. I drink a coffee. نگفته I drink a coffee. I drink a coffee and read a book, read a book. four I live in a house in a small city. I live in a house, live in a should live in a I live in a house. I live in a house in a house rube in rubde. I live in a house in a small city, house in a small city

But Baakudun Kushbedit and choose the correct answer. and File 5a. Listening. One. Do you live near here, Julia? No, I don't. I live downtown. Me too. Two. Do you have children, Stephen? Yes, I do. I have a son and a daughter. Oh, I have a daughter. She's six. Really? My daughter is six too. 3. Bob, do you watch MTV? No, I don't. Do you watch CNN? No, I don't. Sorry, I don't like TV. I read books. Really? I like TV and books. 4. Brian, do you like Mexican food? No, I don't. Really? But you speak Spanish? Yes, I speak Spanish, but I don't eat Mexican food. I like Japanese food. Five. Do you like pop music, Liz? No, I don't. Do you? No, I don't like pop music. <laughs> I'm old. Well, I listen to classical music do you? no, i don't. i like brazilian music. okay, the answers. possible. a. abadi downtown. b. do for me. two. sevomi the woman likes tv. a. chaharomi. the man speaks spanish. a. Papanjomi, the woman listens to classical music. b. Now the last part of the workbook. حالا آخری مخش کتاب تمرین. Useful words and phrases. Learn these words and phrases. این کلمات و عبارت مفید رو یاد بگیرید. Hair. به معنی مو. نمیگیم hair. Hair رو تلفظش نکنید. غلطه. Hair. Repeat after me. Hair stylist. آرایشگر. Hair stylist. salon salon به آرایشگاه گفته میشه همون چیزی که ما میگیم سالون first time یعنی بار اول مگزین. مجله near here نزدیک اینجا downtown مرکز تجاری شهر یا پایین شهر به این دو تا معنی که گفتم هست don't worry نگران نباش wait صبر کن یا صبر کردن به تلفظ w دقت کنید نمیگیم wait میگیم wait little کوچیک a lot of یعنی خیلی Okay, this is the end of lesson 13. این پایانه درسه 13 hom بود متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید و ممنونم که درک میکنید برای تهیه این ویدیو زحمت زیادی کشیده شده و برای استفاده رایگان نیست اگر از این محتوای آموزشی راضی بودید لطفا دیگران رو هم تشویق کنید که این ویدیو رو از ما خریداری کنند متشکرم موفق باشید